اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب خاک سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای دوریتا بعد خدا همه رکعت ایران سربلند در چنگ قاریان شهادت آتش گرفته است. تزویر و انحراف آیات لاکتاب از صبح تا به شام کذب است، حرفشان سنگ است قلبشان. آن یک مکارم است، چون از مهارم است فرمان صدور یافت با حکم شکرین، دکان شکرش پر مشتری ترین. محراب مصطفی تسخیر محسنی است، قرآن به نیزه هاست، پور امامشان آقای بیژنی است. ایران سربلند فریاد می زند، بر گونه هاش تیغ جلاد می زند. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 23 آوریل 3 اردیبهشت ماه به شما سلام میکنم. روزگار واقعا غریبی است، یعنی آدم یه چیزایی میبینه که اصلا نمیتونه توجیه بکنه برای خودش که قصه چیست و داستان از کجا آب میخوره. حضرت آقای رئیس جمهوری افغانستان آقای اشرف غنی در تلفن با پادشاه سعودی مراتب ارادت و خلوص خود رو به عربستان ابراز میکنند و در این حال از عملیات طوفان قاطع حمایت مطلق میکنند. در مسجد جامع کابل هم مثل پاکستان عده جمع میشن، هورا میکشن برای این عملیات. آقای اشرف غنی اما میرن ایران. به نظرم ایشون هم مثل این که توصیه های آقای کرزای رو داره گوش میده. کیسه های پول یادتونه تو فرودگاه بدو بدو، آقای اسفندیار رحیم مشایی به هواپیما خود رو رسون، دوتا کیسه با آقای کرزای داد، یک کیسه هم به وزیر خارجش، یه نیم کیسه هم به وزیر دفاع. رئیس جمهوری افغانستان آقای محمد اشرف غنی در حضور مقام معظم رهبری چنین فرمودن: تحت زعامت خردمندانه شما هویت تاریخی خود را ایران تثبیت کرده است. امیدواریم شاهد پیشرفت همکاری های دو کشور باشیم. آقای اشرف غنی، هویت تاریخی ایران میدونین چیه؟ کوروش کبیر، پرسپولیس، تخت جمشید، اصفهان، شیراز با اون همه زیبایی هاش، مشهد، تبریز، رشت، گرگان، اهواز، خرمشهر، بوشهر، کجا دیگه؟ بلوچستان، زاهدان، زابل، همینجوری تمام ایران در ازای این میشه هویت تاریخی. مقام معظم رهبری و نظام جمهوری ولایت فقیه ضد هویت تاریخی ما هستند. چی میگن؟ میگن تاریخ ایران فقط از زمان حمله عرب‌ها به ایران آغاز شده و بعد جو ضد عربی تو کشورم را میندازن بدون اینکه توجه داشته باشن. میلیون ها عرب ایرانی وفاداران به این گربه نشسته به دیوار آسیا هستن، وفاداران به سرزمینشون. 4-5 تا هم صدا این ور اون ور مثل اون گنازبازان رحمان علیوف تو شمال کشور، این صداها صداهای قابل خرید و فروشه، بنابراین نباید دادم نگران باشه. صدا اون کارگرای عرب ایرانی هستن که تو شرکت نفت از صبح تا به شب کار میکنن برای لقمه نانی حقشون این حکومت سلب کرده
و هنوزم زمین هاشون ویرانه، نخلستان هاشون ویرانه، اما به دستور مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد در جنوب لبنان خرج شده تا برای آقای حسن نصرالله باغچه و باغ و حدیقه بسازن. نوادگانشون را بعد کودکستان های مدرن برن، بچه های ایران سه شیفته مدرسه، تازه خدا میداند اگر پول داشته باشی خب میری مدرسه فرهنگ در خدمت پدرزن معروف آقای غلام علی خان حداد عادل و بانو، چندین میلیون تومان در سال باید بدی تا بتونی بچه تو بفرستی مدرسه فرهنگ، اگر نتونی سه شیفتش باید بکنی. باری آدم چیزایی میبینه که متأثرش میکنه، متأسف میشه. حالا میخوام امروز از یک داستان شروع بکنم که بعد داستان دیگری هم در پیش میاد. آقای بشار اسد قاتل ترین قاتل قرن 21، پدرش هم قاتل بود ولی پدر 50,000 نفر رو در حما کشت، در حما و حلب. پسر 264,000 نفر تالا کشت. همین چند روز قبل بشکه های منفجر شونده رو ریخ روی ادلب، 100 نفر رو یک جا کشت. یه مادر با 5 فرزندش جزو این قربانیان بودن که بزرگترین بچه 10 سالش بود، کوچکترین 2 ماهش. این جنایتکار، این آدمی که شرم بشریت هست، انسانی که برای بقای خودش سوریه رو نابود کرد، باعث رشد داعش شد، باعث رشد جبهه نصرت شد، آدم خاران رو خودش مجال داد بیان بالا، ارتش آزاد رو تضعیف بکنه، آدم خاران رو تقویت. این آدم حالا اومده مصاحبه کرده و این جالبه، تو مصاحبهش مدعی شده فرانسه که در میان کشورهای غربی ثابت قدم ترین کشور در حمایت از مردم سوریه و علیه رژیم بشار اسد، بازیای آقای باراک حسین اوباما رو هم در نمیاره، گفته ما یواشکی به سازمان امنیتش همکاری میکنیم. خیلی طبیعی است، محمد رضا شاهید همکار عزیز ما و نماینده ایران فردا در فرانسه و بنلوکس و اروپا این مصاحبه رو دقیق خونده. سلام آقای شاهید عزیزم. آقای شاهید عزیزم سلام. خدمتتون بگم که این یک مصاحبه است که از کانال دولتی فرانسه پخش شد. تکرار میکنم، کانال دولتی فرانسه در نهایت آزادی 14 دقیقه و 30 ثانیه مجری برنامه که یکی از روزنامه‌نگاران آزاده و بسیار مطلع به تمام مسائل مطرح روز هست، رفت اونجا اجازه گرفت که همه سوالها رو مطرح کنه و پخش بکنن. هیچ کدوم از دو طرف مانعی در اجرای این مصاحبه نشدن. اون بخشی رو هم که شما راجع به سوال گروه به اصطلاح تبادل نظر سرویس های اطلاعاتی میفرمایید، بخش دومش در یک سوال و جواب دوم مشخص می شود که وقتی روزنامه نگار می پرسه آقای بشار اسد میگه بله سرویس های امنیتیتون آمدن اینجا تبادل نظر کردیم اما همکاری نمی کنیم چون من به سرویس های غربی اعتماد ندارم، و اونجاست که میگوید که فرانسه به گفته او به تروریست ها کمک میکنه. واکنش ها چی بود در برابر این مصاحبه؟ سازمان اطلاعات حرفی زد؟ دولت فرانسه چیزی گفت؟ نه، به دلیل اینکه وقتی که حتی اونجا میگه که ما در قتل شارلی ابدو روزنامه نگاران دست نداشتیم، ما با تروریست ها همکاری نمی کنیم، اما روزنامه نگار به صورت بسیار حرفه‌ای اجازه میده اول بشار اسد حرف بزنه، بعد پله پله میاد جلو تا جایی که وقتی که او میگوید که شما غربی ها دارید از تروریست ها حمایت میکنید، و حتی وقتی این عکس انفجارهای بشکه های باروتی رو که با هلیکوپتر انداختن پایین رو نشون میده و بشار اسد منکر میشه، بعد روزنامه نگار میگه مگر تروریست ها هلیکوپتر هم دارن که بیان بالای مناطق مسکونی؟ و در نتیجه اونجا هم که میگه فرانسوی ها آمدند، خب سناتورها هم رفتن، وکلای مجلس رفتن. زمان آقای جان کری گفت که شاید لازم باشه با آقای بشار اسد صحبت کنیم، به دلیلی که وقتی
شما یک حریق خیلی بزرگی دارید، از هر اسبابی استفاده میکنید که اون حریق رو خاموش بکنید. معناش دوستی و علاقه شما به اون ابزار نیست. و سوریه و بشار اسد در یک جایی در منطقه در مورد حکومت اسلامی میتونستن باشن. اما خود این مسابقه حدود گفتم 14 دقیقه نوت‌های برداشتم، ولی اگر در طول برنامه فرصت بود به بعضی از اونها اشاره میکنم. واقعا مسائل کلیدی داره. ولی یک سوال برای من مونده و اگر روز این روزنامه‌نگار رو ببینم حتما میپرسم. در موضوع منطقه و مسائل روز برای من عجیب بود که اشاره‌ای به ایران نشد. عجیبه. و نه آقای بشار اسد و نه روزنامه‌نگار. فکر نمی‌کنین توافقی بوده؟ قبلا اسد گفته اگه در مورد ایران سوال کنی جواب نمیدم. اینم بعید نیست، برای که خود بشار اسد این مصاحبه دوشنبه پخش شد، دیروز پریروز سه شنبه گفته است که من تکذیب میکنم یه کوچکترین نیروی ایرانی در سوریه نیست، ولی در حالی که ماهی یک بار یک جسد از سپاه پاسداران به ایران فرستاده میشه. نه، همین دیروز پریروز آقای شاهید یک افسر سرشناس سرتیپ سپاه پاسداران کشته شد، همطور با معاونش، یعنی فقط اونم نبود. بله. من دیروز تو بله دیروز در برنامه بهش اشاره کردم و مراسم تشییع جنازه‌ش هم در ایران برگزار شد. از این کشتگان بسیار هم فرزندان مملکتمون باید برن در سوریه و در عراق و در یمن و در جاهای دیگه کشته بشن. حالا نوبت یمن هم خواهد رسید. فعلا تعدادی جنازه آوردن مخفیانه و بی سر و صدا دفنش کردن. خب هشدار آقای اوباما رو شنیدید که چهارشنبه شب هشدار داد به جمهوری اسلامی ایران که دخالت خودش رو پایان بده در یمن. بله بله، بسیار مهم بود به نظر من، برای اینکه غیر از دو ناو دیگری که آمریکایی‌ها فرستادن، خیلی قاطعانه به دولت جمهوری اسلامی آقای اوباما خودش در سخنانش گفت، یعنی فقط مسئله دولت آمریکا تنها نبود، شخص رئیس جمهوری گفت به ایران اخطارهای لازم داده شده. اگه دقت کنید آخه اینا گفتن 8 تا ناو و ناوچه فرستادیم. شما اصلا تعداد ناو و ناوچه‌های ایران رو بشمرید ببینید ما 8 تا داریم که بردن بفرستن. ما یه سری قایقای از فرانسه خریدیم، لا کمبتند و اون کورویتی ها رو داریم، یه چند تا هم خودشون ساختن، ناو جماران و از این حرفا، و اون ناوهای قدیمی هم یو اس سامنر رو اینا که دیگه اصلا از کار افتاده، دماوند و غیره. به هر حال از این جستای عجیب غریب میگیرن و فکر میکنن مثلا مردم ایران نمیفهمن. شما وقتی که آمریکا اونجا با ناوهای بزرگ هواپیما برش ایستاده تو جیبوتی پایگاه داره، هم فرانسه هم امریکا، دیگو گارسیا میتونن سریع اونجا هواپیما بفرستن، قطر 260 هواپیمای آمریکا، شما کجا میخواین برید؟ میخواین با این کشتیاتون برید کجا؟ ببینید آقای خامنه‌ای اصلا تصور میکنه که دنیا یه گول و نفهم و نادان و جاهلن و این چیزایی که میگه خود مردم ایران میخندن، وای به حال مردم منطقه. سوال دیگری که داشتم آقای شاهید، همیشه اوائل برنامه یه خبرهای ویژه‌ای داشتی برای ما، امروز ما از مصاحبه اصل شروع کردیم به خبرها نرسیدیم. خب امروز چی داری از خورجین خودت یا از چمتای خودت چی داری؟ در چمتا. بله، با اشاره به این برنامه خوب برای من رو مشکل میکنید. خبرها زیاده، اما خبری که کمی متفاوت دیدم، چند روز پیش معاون وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به فرانسه آمده و قبلا 134 بره خرید برای تولید نسل، به این دلیل که در ایران مسئله آب بسیار مهمه در امر کشاورزی و هر نوع نژادی نمیتونه پرورش پیدا بکنه برای زایمان، برای شیر. و چون راضی بودن، حالا آمده است که 300 بزغاله از فرانسه بخره. یعنی کار صادرات و واردات به بز و بزغاله منتهی شده. و من از خودم میپرسیدم که حالا جدا از مسئله حلال و حرام بودن این حیوانات که فقط در هنگام سربریدن ظاهرا این حیوانات بی زبان حلال میشوند، مسئله این است که چگونه است که ما از کشوری مثل فرانسه به جای دموکراسی، به جای صنعت، به جای 1001 امتیاز موجود در این مملکت، بیایم از این مملکت بز و بزغاله به ایران ببریم. و نکته دوم مسئله حجاب و روسری بود که ما تا چندی پیش،
میدیدیم چه وسواسی به این موضوع هست. لیوان آبی رو از یک خانم بی‌حجاب نمی‌گرفتن، ولی حالا چون صحبت بز و بزغاله است دیگه مسئله حجاب اصلا مهم نیست. نه خانم وندی شرمن دیگه قصه رو انداخت کنار دیگه، روسری و موسری و حرفا معنی نداره. اولا خب طبیعی است آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، غربی‌ها که اصلا اینا رو اهمیتی نمیدن، ولی خب قبلا وقتی به ایران سفر میکردن روسری رو مینداختن. وزیر خارجه ایتالیا، وزیر خارجه بورکینافاسو مثلا یا بقول شما ایتالیا یا کشورهای دیگه میرفتن این روسریه رو به سر مینداختن. و حالا اما این تصویری که شما نشون دادید از معاون وزارت کشاورزی متاثر شدن. یادتونه شما ما وزیرای کشاورزیمون کیا بودن؟ آقای روحانی رو که اعدام کردن به دلیل همین کارا که میگفت روحانیه. بله به خاطر اینکه روحانی برنامه ریخت در ایران. من فقط یادمه در دشت زنجان، در اون منطقه کشاورزی زنجان، یکی از دوستان من آقای سربست جاف، پسر سناتور داوود جاف که وقتی کودتای عبدالکریم شد به ایران آمدن، برادرش آجودان پادشاه بود، سالار و سردار و سالار رو اعدام کردن و اینا مزرعی در اونجا داشتن و گاوهای پرورش میدادن که روزی 150-200 من شیر ازشون میگرفتن و چه مزارع نمونهی در اونجا را افتاد و یا در همین منطقه قزوین یا کرج. و متاسفانه الان ما باید بریم بزغاله از فرانسه بیاریم. حالا تو این بزغاله آوردن چقدر سوده اونو باید حساب کنید. یکی از همین معاونان آقای شاهید، حالا سریع بگم، اومده بود به بریتانیا 50 میلیون دلار خرید داشتن مواد به اصطلاح سرم هایی که برای حیوانات بکار، برای دام ها و همینطور پرندگان، طیور و همینطور دانه های غذایی براشون و انواع و اقسام 50 میلیون دلار. این آقای معاون و همراهانش مراجعه کردن به یک شرکت بزرگ انگلیسی که 60 ساله با ایران در تعامله و اونجا با مدیر شرکت، این مترجمی که رفته بود، برای من تعریف کرد. گفته بودن که شما لطفاً یک قبض 60 میلیون دلاری به ما بدین، این 10 میلیون دلار رو ما با هم، 3 میلیون مال شما 7 میلیون مال ما. مدیر با شرف اون شرکت گفته بود من هر چه دارم از ایرانه، از 60 سال پیش من با ایران تعامل دارم و ایران مشتری خوب من بوده، من حاضر نیستم به مردم ایران خیانت کنم و 10 میلیون دلار اضافه به شما این وایس بدم. اینا رفتن دانمارک، در دانمارک شرکتی پیدا شده بود و اون شرکت به این شرکت انگلیسی تماس گرفته بود چون یه سری از اینا فقط تولید این شرکته که ما اینا رو میخوایم این مقدار. مدیر این شرکت پرسیده بود آیا با ایران دارید معامله میکنید؟ گفتم بله. گفتم میتونم بپرسم مبلغ این قراردادتون چقدره؟ گفته بود 70 میلیون دلار. این پرسیده بود 70 میلیون دلار، ولی مطابق صورت حسابی که ما داریم 53 یا 54 میلیون دلاره. گفته بود نه ما اضافه نوشتیم 14-15 میلیون دلار، 10 میلیون دلار اونا میبرن، 5 میلیون دلار ما. این مدیر شرکت انگلیسی گفته بود متاسفانه من این کالا رو ندارم، به شما نمیفروشم. ولی فکر میکنن اونا از رو میرن، رفتن تهیه کردن از جای دیگه بردن. حالا این آقا در معامله بزغاله چه برنامه داره خدا میدانه. باری شاهد عزیزم، حرفا زیاد است و این داستان شهروند فرانسوی توی اندونزی اینم یه داستان نگران کننده است. البته قاچاق مواد مخدر گناه بزرگی است، جرم بزرگی است و انسان‌هایی که برای طمع دست به این کار می‌زنن، مثل بعضی از هموطنانمون در مالزی، پارچه رو با این ماده‌ای که به نام چی معروفه در ایران، شیشه یا هر چی که می‌کشن، پارچه رو در آبی می‌خوابونن که اون است، بعد به عنوان قواره پارچه می‌برن مالزی. چه شد عاقبت این شهروند فرانسوی؟ وضع به هیچ وجه خوشایند نیست، اگرچه امیدهای هنوز وجود داره. عرض کنم که این آقای سرژ اتولی که به اندونزی رفت در واقع یک لوله کش بود و در وضعیت بد مالی با همسرش در آگهی دید که در اندونزی به یک لوله کش احتیاج دارن، حقوق خیلی بالا و هزینه آپارتمان و رفت و برگشت.
در نتیجه قبول کرد، به همسرش گفت من یک سال میرم و تمام بدهی هامون رو بازپرداخت میکنیم و رفت اونجا. در واقع انستالاسیون تجهیزات رو اونجا آماده کرد بدون اینکه بدون از این چه استفاده خواهد شد. بعد در روزهای آخر بهره برداری پلیس آمد در سال 2005 او رو دستگیر کردن. محاکمات طولانی بود، اما مسائل حاشیه‌ای خیلی هست که من نوت برداشتم، به این دلیل که اولا ایشون مترجم نداشته، یعنی محاکمه شده در حالی که نه میفهمیده چه میگوید و نه دیگران میفهمیدن او چه میگوید. بعد میدونید که در اونجا محکومین رو خیلی مزد خواهم با رگبار مسلسل میکشن. من هنوز کشور دومی رو نشنیدم که حکم اعدام رو به این وضع برگزار بکنه. بعد البته آقای خیلی عذر میخوام آقای فابیوس که همتای استرالیایی خودش رو که اتفاقا از ایران میومد، خانم بیشاب، او هم به ایران که رفته بود حجاب نمیذاشته بود، یک کلاه گذاشته بود، او هم چند محکوم داره در همین وقت. وقت جالب اینه که رهبران این باند قاچاق که مواد مخدر میساختن اونها محکوم به اعدام نشدن، ولی کارکنان محکوم به اعدام شدن، از جمله همین سرژ 51 ساله. و بعد تقاضای فرجام هم داده، گفتن چون در دادگاه هیچ مدرک تازه‌ای به ما ارائه ندادی حکم اعدام باقی خواهد بود. امروز آقای گلان تلفنی با همتای اندونزیایی خودش آقای بوکوچو صحبت کرده و خواسته که میدونید فرانسه حکم اعدام رو در سال 1981 34 سال پیش لغو کرد. 40 سال است که هیچ فرانسوی بیرون از مرز کشورش اعدام نشده و واقعا فرانسوی ها در این موضوع بسیار حساسن. گفتنی بسیار هست در همین ارتباط، ولی این شانس و امیدواری وجود داره که شاید و شاید اندونزی بپذیره که دست کم با لغو اعدام و یک درجه حبس ابد این مرد رو که واقعا بیگناهه از مجازات مرگ معاف کنه. احتمال داره، چون آقای اولاند صحبت کرده با رئیس جمهوری اندونزی، میتوان امیدوار بود که یه درجه تخفیف داشته باشه. آقای شاهیدی، اتفاق دیگه هم افتاد به نظرم خیلی مهم بود. میدونید که سال گذشته ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان سعودی 3 میلیارد دلار اعتبار برای لبنان باز کرد نزد فرانسوی‌ها که سلاح بدن، بعد 1 میلیارد دیگه هم اضافه کردن برای آموزش و غیره و غیره. اولین محموله این اسلحه ها وارد لبنان شد، درست در یک فضای عصبی که از اون ور حزب الله رهبرش ناسزا میگفت به سعودی ها، و از اون طرف ولی جملات، امین جمیل، آقای سمیر جعجع، آقای سعد حریری و سنی ها و مسیحیان و غیره، درزی ها، حمایت عربستان میکردن و به حسن نصرالله حمله میکردن که تو اگه میگی چرا عربستان در یمن دخالت کرد، برای که امنیتش به خطر افتاده، تو برای چی پشتی رفتی توی سوریه داری مردم سوریه رو میکشی و به ایران چه ربطی داره که رفته تو یمن؟ جنگ مغلوب. درست در همین زمان بخشی از این محموله ها رسید. در این زمینه خب شما لابد گزارش دست اولی دارید. روز دوشنبه البته گزارشی فرستادم برای بخش خبر، برای اینکه وزیر دفاع بله. اونجا رفته بود، ولی نکات بعدی رو که دیدم، یک نشریه اینترنتی هست که خیلی هم به جمهوری اسلامی علاقمنده، بلا چاو با اون ترانه مشهور با همون استفاده، و درست روزی که وزیر دفاع اونجا سلاح‌ها رو بخشش رو تحویل داد، اون نوشت که این جورج ابراهیم عبدالله، میدونید تروریست مشهوری بله. که دستگیرش کردن، 11000 شب در زندان خوابیده به دلیلی که او مدافع استقلال لبنان بود. از حالا شما فکر کنید تروریستی که در بیرون مرزها عملیات تروریستی انجام میداده مدافع استقلال آزادی. اما در مورد لبنان و تحویل این سلاح‌ها که یک نگاه گسترده‌ای داره، فقط موضوع لبنان نیست، امنیتی است در برابر سوریه، در برابر داعش، حتی به نوعی با حزب الله و وابستگی حزب الله به جمهوری اسلامی ایران. اتفاقا بعضی از تحلیلگرها گفتن که این تحویل اسلحه برمیگرده به همون اعلام خبر ارسال موشک‌های 300ی که آقای پوتین گفت، و آقای فابیوس اتفاقا اعتراض کرد و گفت دست کم آقای پوتین میتوانست صبر بکنه تا 30 ژوئن پایان مذاکرات 5 به علاوه 1
و به گفته ای که البته آقای فابیوس از این ضرب المثل استفاده نکرد، حب علی و بغض معاویه است. یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند باور بکند که نباید هم که آقای پوتین دلسوزی جمهوری اسلامی، برای اینکه امریکا همین هفته ارتش اوکراین رو داره تعلیمات نظامی میده و آقای پوتین یک دهنکجی هم به مسائل تحریم خودش هم به مسائل همین تحویل اسلحه در لبنان در ارتباط با سوریه داره. و اتفاقا جزء نکاتی رو که میخواستم خدمتتون بگم همین مسئله تحریم که آقای پوتین بسیار عصبانی است از این قضیه. آقای مدودیف نخست وزیر روسیه میگوید در این تحریم های کوتاه روسیه 28 میلیارد دلار ضرر کرده. و شما ببینید در برابر همین ادعا که واقعیت هم هست، جمهوری اسلامی ایران میگوید در این 10 سال این تحریم ها هیچ اثری نداشته و آقای احمدی نژاد اینو تحریم ها رو به مسخره میگرفت و هنوز هم که هنوز هم نرمش قهرمانانه هم دروغ های قهرمانانه حاضر نیستن بپذیرن که در برابر این گفتگوهای 5+1 چاره جز پذیرفتن دستورات و به نوعی بعضی از توافق ها ندارن. ما باید یه هم اضافه کنیم، جام زهر قهرمانانه، اونم باید اضافه بکنیم. حالا در بخش دوم برنامه راجع به این قضایی هم با هم صحبت خواهیم کرد. درنگی کوتاه میکنیم بریم دلمون رو ببریم به شمال، به شمال ایران که میدونم شاهیدم دلش خیلی تنگ شده برای اون سبزی، برای اون زیبایی، برای دریای مازندران. بریم بابلسر، رامسر، رشت، بریم تمام اون مناطق با ناصر مسعودی عزیز، استاد ناصر مسعودی. گل بیرون و ما باید باورتی حدر بو گفتی دی وقت بحر آیمتی بر بخنده گل باران سبزان سب باست بو بو بنفشه فصل بحر با خدایا دختر رشتی قشنگ خدایا دختر رشتی قشنگ سفیده سفیده سرخ سبز رنگ و رنگ ولی با آن همه ولی با آن همه حسن خدا داد دلی در سینه داره مثل سنگ ولی با آن همه حسن خدا دلی در سینه داره مثل سنگ دلی در سینه داره مثل سنگ
آهنگ بنفشه گل باید فقط که اختر تو وقتی وقت بهار آیم که بر ما خنده گل باران سبزان سر قاسد بوم بنفشه فصل بهار با ما بیم بینیم بو بست زنده از یاد ببردی تو مگر قولو قراره پین از دو خون بیگا ببر وقت بغاره از یاد ببردی تو چه قولو قراره پین از دو خون بیگا ببر وقت بغاره دنیا به جانم مانه غیر از بخاچی مانه چون نرگس دو خانه دیب سرخ دولم مانه دارم پرد بخندرم بی نازنین نازدانه دارم پرد بخندرم بی نازنین نازدانه دنیا به جانم مانه غیر قفا چی مانه چون نرگس دو خانه دیب سرخ بولم مانه دارم پرد بخندرم بی نازنین نازدانه دارم پرد بخندرم. با درود دوباره شاهد عزیزم، یادته اون وقت ما یه چند تا خواننده گیلک داشتیم، یکی خب استاد ناصر مسعودی بود، خانم شمس بود که آشورپور و شمس و جفرودی و شمس در یک شرایط بدی درگذشت. یکی هم بود که یه روز صبح جمعه آوردن که میگفت بلایی تو رو نخوام و با اون لحجه رشتی میخوند در برنامه صبح جمعه و چقدر آهنگش گرفت دیگه. خیلی به هر حال آقای نوریزاده، راجب شادروان مسعودی براتون بگم، اولا روز شنبه من دختر ایشون رو دیدم و ایشون یکی از تماشاگران، به گفته خودشون تماشاگران برنامه های تلویزیون ایران فردا هستن. روز شنبه تئاتری اجرا میشد به نام در انتظار سحر و داماد آقای مسعودی یعنی هومان آذرکلا که شوهر دختره مرزی دختر آقای مسعودی در این تئاتر بازی میکرد و من قبل از فوت آقای مسعودی چند سال قبل یک مصاحبه با ایشون انجام دادم با دوست و همکارم آرش ادیب‌زاده، او فیلم برداری میکرد و مونتاژ و نزدیک های نوروز هم بودیم. عجیبه که این آهنگ رو پخش کردید، من رو دوچار حالت عجیبی کرد و آقای مسعودی مایل بود که این آهنگ رو بخونه و من برای اینکه شبیه ایران بشه به توصیه خانم آذر پژوهش رفتیم کنار بخشی از رودخانه سن که یک گنبدی هست شبیه حافظیه و آقای مسعودی که خب سنی هم داشت و خسته حاضر شد تا اونجا اومد و من به ایشان گفتم آهنگی که خودم در جوانی دوست داشتم بخونه که اصلا نه ارتباطی داشت به نوروز نه ترانه شادی بود، یک خط شعر بود که مردی که داره معشوقش رو از دست میده چون قطره اشکی داره به چشم برمیگرده به قطره چشمش میگه که بگذار تا ببینمش اکنون که می رود ای عشق از چه راه تماشا گرفته ای و به این عشقش گله میکنه که یا بیافت یا برو کنار بذار این آخرین دقایق رو ببینم. فکر میکنم شعر سایه باشه، فکر میکنم نمیدونم. به هر حال این رو آقای مسعودی با محبتی برای دل من اجرا کرد و توی اون گزارش هم گذاشتیم و به هر حال الان که این آهنگ رو میشنیدم تماما به یاد محبت ایشان بودم و واقعا هنرمندانی مثل ایشون خوشبختانه همیشه خواهیم داشت ولی ایشون جزو نادرهای دوره قبل بود. یه نکته جالب بهت بگم، اشاره کردی به گزارش، خیلی ها با آقای اردشیر زاهدی گفتگو کردن، از جمله اونها یه گفتگوی بی بی سی بود، گفتگوی صدای آمریکا بود. من نگاه میکردم مثلا اونا در عرض 3 سال 4 سال روی یوتیوب به اندازه دیده شده بودند که مصاحبه محمد رضای عزیزم در عرض مثلا 3 هفته، یعنی اینقدر تعداد زیاد بود که برابر بود با 3 سال 4 سال اون مصاحبه ها. از این نظر خواستم بگم این گزارش و مصاحبت چقدر با ارزش بود و چقدر جالب. فکر کنم زمان اجراش به خاطر پرونده هستی و گفته های آقای ظاهری هم به هر حال و مصاحبه کنند چون
در چند جا شاهید عملاً به عنوان یک روزنامه نگار، یک برنامه ساز مسئول موضع گرفت و سوالهایی رو مطرح کرد که به هر حال در تعارض بود با نقطه نظرهای مصاحبه شونده، و این اهمیت داره که در مصاحبه آدم با هر کس صحبت میکنه اون مواضع و اساس فکرش رو به راحتی ازش نگذره، چلنج کنه. این قشنگه، اون وقت میشه آدم اعتبار میده. حضور درس کنم یه موضوع دیگه هم برای ما جالبه که یه وقتی این دولت قطر عظما، من میگم اینقدر قطر عظما، بعد یه دفعه میگه قطر میخواد بره مثلا اختلافات بین کره شمالی و آمریکا رو حل کنه. باری به هر حال این قطر عظما پولا عجیب اومد، گاز ایران هم که میمکیدن همینجوری میبردن، شروع کردن سرمایه گذاری. توی لندن اومد امیر قبلی هرودز رو خرید، اونجا برج بزرگ لندن رو خرید، نمیدونم محل برنامه های سال 2000 رو خرید، المپیک رو رفتن جاش، خلاص همجوری خریدن پراپرتی، ساختمون های عظیم و غیر. بعد به پاریس هم اومدن و همین شیخ حمد رو میبینیم با آقای اولاند، امیر قبلی اومدن در پاریس هم، البته این موقع است که آقای اولاند به قطر سفر کرد. و در این خرید و فروش ها یه دفعه دیدیم از دو سه هفته قبل قطر داره عقب میره میفروشه و سعودی ها دارن میخرن. داستانش چی بود آقای شاهی؟ داستان خاصی شاید نباشه، ولی همونطور که گفتید کاری که قطر کرد پولهاش رو به صورت جدی سرمایه گذاری کرد، همونطور که در بریتانیا، در فرانسه باشگاه ورزشی موفق فرانسوی متعلق به خانواده امیر قطر هست و جاهای دیگر. و یکی از سرمایه گذاری ها شرکت ویواندی که یک مجموعه است که توزیع آب، کانال تلویزیونی، شبکه های اینترنتی و سوددهی عجیب، ولی البته با این بحرانی که همه گیر است و در همه جا، نه تنها این شرکتی که با اون شکل سود نداشت بلکه ضرر هم میداد و قطر فرود. اما هستن تحلیلگرانی که میگویند که پشت پرده فقط دلیل این نیست، بلکه حضور و وجود عربستان هم هست که نوعی رقابت پشت پرده رو، حال ابتدای سیاسی و حالا اینجا اقتصادی، این مسئله رو در واقع به وجود آورده. حالا در هفته های بعد باید دید که آیا این خرید و فروش ها فقط صاحب رو، یعنی مالک رو عوض میکنه، یا اینکه راه و روش دومی هم دیده خواهد شد. یه نکته جالب آقای شاهید، قطر خیلی وقت قطر و امارات با فرانسه روابط ویژه‌ای داره، یعنی علارغم اینکه قطر پایگاه نظامی داره و همین، علارغم اینکه قطر مشتری اسلحه آمریکایی، پایگاه آمریکایی اونجاست، ولی نیروی دریاییش یا یه مقدار از سلاح‌های دیگه از فرانسه خریده و خیلی به اصطلاح ملکه قطر یا شیخ موضع، مادر امیر فعلی که همسر امیر قبلی بود، یک بانوی مدرن بود که خیلی تلاش میکرد مثل شهبانوی ما رفتار بکنه، لباس اونجوری بپوشه یا اون منر رو نشون بده که اصلا هم این خانم ایرانیه، جدش ایرانی بوده. منظورم اینه که تو اون زمان خیلی به فرانسه توجه شد، دانشگاه سوربن شعبه زد در قطر، موزه لوور بله و موزه بله، و بعد در امارات هم همینجور پایگاه دریایی و قرارداد دفاعی بستن. به نظر میرسه فرانسوی ها روی خلیج فارس خیلی اهمیت میدن و حساسن و حضورشون هم با ناوی که فرستادن خیلی حضور گسترده و چشمگیریه. البته میدونید که به این ماموریت ناو شارل دوگل که ناو اتمی هست، 2300 ملوان اون تو کار میکنن، روز دوشنبه اتفاقا وقتی که آقای لودریان وزیر دفاع در بیروت بود گفت که ماموریت این ناو تمام شده و رفت به سمت آبهای هند. البته هند هم که میدونید هواپیماهای رافال خرید، و اتفاقا این رو جمله تکراری است، نه برای اینکه من اینجا در فرانسه ساکنم و در این باره حرف میزنم، تجهیزات علمی تکنیکی فرانسه بر کسی پوشیده نیست. لهستان همین دیروز تعداد 7 فروند و بعد دیرتر تعداد بیشتر هلیکوپتر از فرانسه خریده.
تکنیک و ارباس سازنده است که یک درست فرانسوی ولی به نوعی اروپایی است. این رو خدمتون گفتم برای اینکه صنایع فرانسه و دیپلماسی فرانسه درها رو به تمام دولت ها باز کرده. حالا اگر معاون وزیر کشاورزی میاد بزغاله و بز میخره، ولی بقیه میان از صنعت این کشور، از تمام اون چیزی که وجود داره و کشورشون رو میتونن بسازن استفاده میکنن. اسباب تأسفه. یه چیز جالبم اینجا من دیدم که حالا با شما هم در میون میگذارم، حضور درس بکنم. ما یه همکاری داریم در شرق الوسط که یه موقعی خودش از تندروها بود، سلفی های تندرو، ولی برگشت و امروز سکولار شده و لیبرال منشه و بسیارم نویسنده فوق‌العاده خوبی است به نام آقای مشاری زایدی، و یه برنامه‌ای داره به نام مرایا که آینه ها میاد و در این برنامه مثل در واقع چی بگم، برنامه های اخبار ویژه یا پس پرده یا ماورای تصویر، ماورای دیدار، یه همچی چیزایی میشه پشت این برنامه ده. اخیراً یه برنامه بسیار جالبی درست کرد راجع به روابط پنهان ایران و اسرائیل و خیلی جالب بود. ما دیروز یه دوتا تصویر احمدی نژاد و نتانیاهو رو پخش کردیم که چقدر در عمل مثل هم دیگن. این مشاری هم آمد و با استناد به مدارک خیلی زنده نشون داد این مرگ بر اسرائیل و اینایی که میگن در جمهوری ولایت فقیه، اینا ظاهر قضیه است، اما در پس پرده عجیب منافع این دو کشور با هم هماهنگه و مثلا اسرائیل به هیچ وجه نمیخواد بشار اسد سردگون بشه، چون میگه این گرگی رو که میشناسیم به مراتب بهتر از اونه که فردا مثلا یک رژیم ملی تو سوریه روی کار بیاد و اولین کارش این باشه بخواد جولانش رو پس بگیره، ولی بشار که به جولان کاری نداره، خودش و پدرش یه ترقم در نکردن از سال 73، ولی لبنانیای بیچاره رو به کشتن دادن. این نکته من میخواستم بگم، خیلی جالب بود برای من که آدم روزنامه نگار اگر مسئول باشه به وظیفش عمل بکنه، هیچ جبار و دیکتاتور و دروغزنی نمیتونه از دستش سالم دره. و واقعا من از سر جریان قطعه زنجیره‌ای یادمه، یه زندگی روز و شب من شده بود پیگیر کار، ولی نتیجهش رو دیدم. اون شبی که تصویر همسر سعید امامی رو پخش کردم که آقای رضا ملک درود بهش که مدیر کل وزارت اطلاعات بود، اینا رو پنهانی برای من فرستاد، اون شبی که اینو پخش کردم تو برنامه علیرضا میبودی در تلویزیون آقای آتابای، روز بعد آقای کروبی اومد با حال آشفته گفت خانم من حاج خانم رفته، اگر اووردنش تو تلویزیون حرف رو زد بدونی، بعد گفت غذا نتونستم بخورم، حالم به هم خورد، بد شد. و این جالب بود، بالاخره یه روزنامه‌نگار بنده در خارج کشور اومدم این کارو کردم و صداش به داخل ایران رسید و موارد دیگه، یا کاری که خود شما کردید. شما فیلم بازجویی یادتونه از همسر امامی؟ تمامش رو من اصلا باورتون نمیشد، شبا خوابم نمیبرد. وقتی یادتون هست از قرآن صحبت کرد؟ بله یادم میاد. و بدتر از اون پاریس میشنیدم که در اونجا میگفتن این بازجویی رو فقط پخش کردن، پیامی بود به اسرائیل، برای اینکه میتونستن به جای کتاب قرآن از کتاب دیگری نام ببرن. شاهنامه کتاب زیاد بود و اون فرد اطلاعاتی به عمد نام قرآن رو آورد که اگر برای کار اطلاعاتی ما لازم باشه از قرآن هم خواهیم گذشت. بله. تمام اون فیلم بازجویی فقط این پیام رو میرسون. اصلا اون فیلم واقعا من هر بار بنا به دلایلی مجبور به نکاح کردن بهش شدم، واقعا بدنم لرزه، چون میدونم اون خانم فهیمه نوگرانی زن سعید امامی یک زن مسلمان و متدین بود. بله. حتی بله. وقتی دختر دانشجو در امریکا بود قبل از انقلاب روسری سرش بود و این زن رو دوست شوهرش جواد آزاده که سالها با سعید امامی کار میکرد، زیر دستش بود و خونش میرفت، سر سفرش میشست، با همسرش اون کارا رو کرد. و این نشون داد در جمهوری ولایت فقیه نه پرنسیب اخلاقی وجود داره نه مذهبی، به یک زن محجبه متدین چه اتهاماتی رو بستن. و این نشون داد
مدیر کل وزارت اطلاعات آقای خامنه‌ای چقدر میتونه فاسد باشه. و امروز هم نمونهاشو میبینیم. حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات چنان آلوده بود و چنان دروغ‌های رو به عنوان اطلاعات اونجا به خورد مردم میداد و اینا همشون همینن. خدا رو شکر حالا این آقای علوی حرف زیاد نمیزن، حالا بعدا معلوم خواهد شد چه قضیه. آقای نوریزاده، شما این علی منصوری رو که در اسرائیل محکوم کردن دیروز داشتین خبر؟ بله، دیروز راجب صحبت کردیم که ایشون میره تو اسرائیل شرکت میزنه و جالبه میاد میگه که من قرار بوده اطلاعات بدم 1,000,000 یورو بابتش بگیرم. حالا این مزدوریه. یه چیز جالب هم بهتون بگم، یکی از این بیچاره افغانی هایی که در ایران هستن، افغانی شیعه و فرستادن سوریه، مصاحبه ای کرده و گفته که آقا در این 4 سال گذشته ما رو فرستادن به سوریه و ما بدبختانه فقط برای پول میریم، چاره ای هم نداریم، یا به تهدید اون به اخراج میکنن یا اینکه میگن پول بهتون میدیم و برین اونجا بجنگی که از ایران اخراجتون هم نکنیم. عاقبت مزدورانه. خب آقا از یمن چه خبر اونجا دارید در فرانسه؟ از یمن براتون خواهم گفت، اما اجازه بدید چون تو مسئله تروریسمی و همین اعزام کارهای تروریستی میفرمودین، همین دیروز چهارشنبه یک جوان 24 ساله الجزایری رو دستگیر کردن، درست در لحظاتی که قصد داشت 2 کلیسا رو منفجر بکنه با یک رابطی که در سوریه داشت. و تحقیقات اولیه تا شامگاه چهارشنبه شب این رو گفت که او در ارتباط عقیدتی با جهادیون سوریه‌ای قصد داشته و رؤساش، ببینید چقدر کار ضد انسانی در حالی که اونها هم مذهبیان و عبادت کنندگان خدا، چون الان فرانسه تا اندازه زیادی تحت نظر پوشش‌های امنیتی است، او گفته بودن که برو کلیسا رو منفجر کن، به این دلیل که کلیسا همه افراد خداپرست و دیندار و زیر محافظت نیست. در نتیجه میبینید که حتی تروریست‌ها که مدعی کارهای انسانی هستن، همفکران خداپرست خودشون رو به خاطر مقاصد سیاهشون حاضرن بکشن، برای اینکه احتمالاً یک تهدیدی به یک دولتی در مورد یک خواسته‌ای نشون بدن. و جالب اینه آقای شاهید، وقتی میخواد فرد رسوا بشه، این آقا موقع تمرین میکنه چیکار میکنه؟ به خودش تیر میزنه، زنگ میزنه آمبولانس بیاد و وقتی آمبولانس میاد میبرنش، میگردن تو ماشینش تو خونش، انواع و اقسام مواد منفجره و مسلسل و غیره پیدا میکنه. خب یمن یک مرحله از این عملیات تموم شد، فرانسه هم حمایت کرد، هواییش بله همه همه هوایی رزم میکنم. الان گفتن در واقع اون مرحله بازگرداندن امید به یمنی ها آغاز شده، اما دیروز جنگنده های عربستان حوثی ها رو به شدت بمباران کردن، چون یک پایگاه متعلق به لشکر 23 یمن که طرفدار حکومت قانونی آقای عبدرب منصور هادی است، اونجا رو رفتن اشغال کردن که زدنشون. خب فرانسوی ها الان چه موضعی گرفتن؟ این احتمال که مذاکرات صلح یا نشست صلحی برگزار بشه در ریاض، اینا چه موضعی دارن فرانسوی ها؟ موضع بسیار جالبی است. برای اولین بار در حیطه خبرهای بین المللی، قبل از اینکه فرانسه خوشبینیشو اعلام بکنه، رسانه های تماما دولتی فرانسه و از ایران و از جمله خود آقای جواد ظریف مژده داد که به زودی آتش‌بسی برگزار خواهد شد و مرحله گفتگو آغاز میشه، که چنین هم شد. چند ساعت بعد هم عربستان هم نیروهای نظامی اعلام کردند که عملیات هوایی رو متوقف میکنن. فرانسه به دلایل بسیار موافق گفتگوست، برای اینکه اصولا جنگ بازدارنده استقرار دموکراسی، وسایل بشر دوستانه و حاشیه‌ای است که احتیاجی به گفتنش از طرف من نیست. اما بارها خود شما در برنامه‌های مستقلی که چه من بودم چه از طریق تلویزیون دیدم، این استدلال اولیه و اون این که هیچ کشوری حاضر نیست در هیچ کجای دنیا، کوبا رو که یادمون نرفته، هیچ کشوری حاضر نیست در همسایگی خودش بچه گرگی حضور داشته باشه که روزی به گرگ تبدیل بشه. در یمن بچه گرگ‌های تروریست که آشکارا تغذیه می‌شدن از کشورهای دورتر
برای هیچ دولتی از جمله عربستان مسئله عربستان نیست. این مسئله را هند و پاکستان دارن، خود جمهوری اسلامی ایران داشته و به حق هم باید مرزهای کشور رو به امنیت حفظ بکنه. در نتیجه امروز این گفتگو پایه علمی و عملی داره، نه احتمالاً میل آقای ایکس یا آقای ایگرگ، بلکه چاره دوم واقعا گفتگوست و ظاهراً هفته آینده سفرهای در پیشه. شنیدم که آقای اولاند سه هفته دیگر به کوبا میره و عجیب است که کوبا هم در این مسئله اظهار نظر کرده. بله، خصوصا دو اتفاق داره میفته. از یک طرف آقای اوباما، رهبران سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و سلطانشین عمان رو دعوت کرده به واشنگتن برای مذاکره. این مذاکرات ابعادی وسیع‌تر از مسئله فقط یمن داره. موضوع مشارکت اونها در رویارویی با داعش به صورت فعالتر در سوریه و عراق. الان مسئله تشکیل یک ارتش عربی در میانه که این ارتش بتونه در سوریه بره با داعش بجنگه و بشار رو هم به همون جایگاهی که باید بره، یعنی زبالدانی تاریخ، پرتاب بکنه. چون واقعا آقای شاهید، من اسم اسد که میاد متأثر میشم، چون میبینم یه ملت لایق، یه ملت پیشرفته، یه ملتی که در میان منطقه نمونه بودن، زنان سوری پیشرو، مردان سوری. این ملت رو نابود کرد بشار اسد، نابود کرد این ملت رو و یک مش وحشی مثل داعش و جبهه نصرت رو بهشون میدون داد. اینه که اگر این ارتش تشکیل بشه، گفته میشه که از نظر لوجستیکی و از نظر اطلاعات آمریکا، بریتانیا و فرانسه نقش اصلی رو خواهند داشت، به خصوص که فرانسه رو میگن ام الحنون، یعنی در واقع مادرخوانده سوریه و لبنانه، به خاطر اون دورانی که سوریه و لبنان به عنوان ماندا در ارتباط با فرانسه بودن، نوعی نیمه مستعمره که حکومت خود رو داشتن ولی ارتباط نظامی و امنیتی اونا با فرانسه بود. به هر حال اینا مسئله مهمی است. در مورد یمن اینو اشاره کنم، مطابق اظهاراتی که امروز شنیدم از سخنگوی طوفان قاطع آقای سرتیپ خلبان احمد اسیری، عملیات نظامی علیه حوثی‌ها دنبال خواهد شد تا زمانی که حوثی‌ها اسلحه رو زمین نگذارن. شروطی هم اعلام کردن، گفتن حوثی‌ها باید از صنعا عقب بنشینن، از سعده عقب بنشینن، ولی امروز اینا تو تعز حمله کردن. پس داستان ادامه داره و بمبارانشون هم ادامه خواهد داشت، با این امید که علی عبدالله صالح که نوعی کلاه زمین انداخته و تسلیم شده، متحدانش هم بتونه قانع کنه به اینکه دست از مبارزه بردارن، نشستی بیاد زیر نظر جامعه بین‌المللی، بتونن یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، انتخابات آزادی برگزار کنن و یمن رو از این آشوب نجات بدن. در حال شاهد عزیزم، میدونم که خیلی حرف داشتی و من متاسفانه بنده زیاد حرف زدم. حالا انشاءالله در نوبت بعد فرصت بیشتری خواهید داشت. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا به اتفاق همکار عزیزم محمد رضا شاهید، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.
عاشقین اسرار نی عاشقرک دیر کم بیله اولمایان عاشق نبلسین عاشقین اسرار Ba-b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 a